بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت عزیزان دل، بچه های گل سرزمین ایران. امیدوارم که هر جا که هستین دلتون خوب باشه، خوب باشین، سرحال باشین، سلامت و تندرست باشین. میخوایم امروز علوم هفتم رو استارت بزنیم، پس با انرژی هرچه تمامتر لطفا با من همراهی کن که انشالله بتونیم امسال سال خوبی رو با همدیگه داشته باشیم و بتونیم علوم هفتم رو به خوبی با همدیگه بگذرونیم. من محمد یاوری هستم، دبیر علوم دبیر مدارس تهران و مؤلف چندین جلد کتاب آموزشی. خوشحالم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم و شما عزیزان رو میبینم. خب ما علوم هفتم، بچه ها امسال شما وارد متوسطه اول شدین، علوم هفتمی رو دارید که با علوم سالهای گذشته کمی متفاوت تر، یه خورده گسترده تر، دارای فرمول، دارای حل مسئله است و یه خورده این کار رو هم لذت بخش کرده، هم یه خورده سختش کرده، که انشالله با هم دیگه امسال علوم هفتم رو به خوبی میریم جلو و شما در علوم هفتم واقعا یک دانش آموز کار کشته میشید. خب نگاه کنید بچه ها، ما تو علوم هفتم 15 فصل داریم. علوم هفتم ما قسمت هایی داره که مربوط به مباحث فیزیک هست، قسمتی داره مربوط به مباحث شیمی هست، قسمتی داره مربوط به مباحث زمین شناسی هست، قسمت هایی هم داره که مربوط به زیست شناسی هست. ما تو این فصل ها که همگیش رو در من در خدمت شما هستم رو قرار با هم دیگه بریم جلو. یه خورده من در مورد فصل ها صحبت بکنم و بعد وارد فصل اول بشیم. چی میخوام بگم؟ نیا کنید دوستان عزیز، فصل اول که در مورد تجربه و تفکر هست، یک فصل در مورد میتونم بگم که پایه‌ای علم فیزیک شیمی هست. این در واقع علم پایه‌ای در مورد همه بخش‌های علوم تجربی که در مورد روش علمی میخواد صحبت بکنه. یه فصلی هست که شما در سالهای گذشته هم باهاش تا کمی آشنا شدیم و بلدین تقریبا. اما فصل دوم که در مورد کمیت‌ها و اندازه‌گیری هستش، فصلی مخصوص به فیزیک. فصل سوم دوباره ربط داره به اتم ها و در مورد فیزیکه. فصل چهارم هم همینطور. اما فصل پنج و شیش و اینها مربوط به مباحث زمین شناسی میشه. دوباره میاد توی فصل هشت، نه و ده که مربوط به مباحث فیزیک هستش. در مورد گرما صحبت میکنه، در مورد کار و انرژی صحبت میکنیم و در مورد انتقال حرارت و روشاشون که تو فصلهای هشت و نه و ده هست و در مورد منابع انرژی که مباحث بسیار جالب، جذاب و دوست داشتنی. اما بعد از فصل ده میشه فصل 11، 12، 13، 14 و 15 که مباحث مربوط به قسمت زیست هست. در مورد آناتومی بدن انسان صحبت میکنه، در مورد دستگاه مختلف بدن صحبت میکنه و بسیار جذابه. خب این کلیتی بود که ما امسال در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اما امروز میخوایم چیکار کنیم؟ اما امروز ما میخوایم در مورد فصل اول تجربه و تفکر با همدیگه صحبت بکنیم. خوب به حرفای من گوش بکنید، نیاز به نوشتن اگه بود بهتون میگم حتما این نکته رو بنویسید یا کتاب درسی حتما کنار دستتون باشه. قسمت هایی که میگم از کتاب رو حتما هایلایت بکنید، با کتاب درسی برامون اهمیت داره از این لحاظ که رفرنس اصلی، منبع اصلی طراحی سوالات از کتاب درسیه و امیدوارم که با من همراهی بکنید تا بتونیم از این قضیه به خوبی عبور بکنیم. خب دوستان عزیز، ما فصل اولمون در مورد تجربه و تفکر است. جلسه اول هستیم، میخوام ببینیم تجربه و تفکر اصلا کلی میخواد به ما چی بگه. یه قسمتی اولش میاد در مورد دستاوردهایی که دانشمندان ایرانی بهش رسیدن صحبت میکنه. میگه ما تونستیم از این روش علمی به این دستاوردها برسیم. پهباد ساختیم، سد ساختیم، داروهای زیست فناوری ساختیم، تونستیم تو ژنتیک و موجودات شبیه ساز شده حرفی برای گفتن داشته باشیم. البته این نانو رو تو کتابتون نگفته، ولی ما مثلا تو مباحث نانو جزء 5 کشور برتر دنیا هستیم. اینها مدیون تخصص و مهارت دانشمندای ایرانیه که تونستن تجربه و تفکر رو با هم دیگه درآمیزن و بتونن به این دستاوردها برسن. یه کلیتی در این صحبت میکنه، بعد در مورد روش علمی صحبت میکنه. میخوام بگم که فصل اول در مورد چی هست کلا. روش علمی رو که گفتش میره در مورد فناوری صحبت میکنه. شما تعریف فناوری رو یاد میگیرید، انواع فناوری یاد میگیرید که چه فناوری هست، اصلا یعنی چی، مفید و یا مضر بودنشون رو صحبت میکنیم و در آخر سر میپردازیم به شاخه های علوم تجربی، یعنی همین چهار تا مبحث کتاب درسیتون، شیمی، فیزیک، زیست و زمین. پس فهمیدیم ما تو این فصل قراره چی یاد بگیریم؟ یک، با برخی از دستاوردهای دانشمند ایرانی آشنا میشیم. دو، مهارت روش علمی رو یاد میگیریم.
3 میریم فناوری رو یاد میگیریم، تعریف فناوری رو، و 4 شاخه‌های علوم تجربی رو. خب بریم ببینیم دانشمندان ما چی برای ما برمغان آوردن، چی درست کردن. خب دقت بکنیم بچه، صفحه اولی کتاب درسی تونه. من کتاب درسی رو آوردم که اگه نیازی جایی با هایلایت داشتین حتما اینجا رو هایلایت بکنید، جزء مطالب مهم کتاب درسی تونه. یه جزوه هم که دارین شما میتونید جزوه رو حتما دانلود بکنید. خب نگاه کنید، میگه تصاویر زیر تنها گوشه ای از موفقیت ها و نوآوری های متخصصان ایرانی است. آیا تاکنون از خود پرسیده اید این پیشرفت ها چگونه به دست آمدن؟ سد کرخه، بزرگترین سد خاکی روسی خاورمیانه، طول سد چندین کیلومتر، طول تاج سد، من این سد رو از نزدیک دیدم. پهباد، پرنده هدایت پذیر از راه دور ساخته ایران. پهباد که میدونید مخفف پرنده هدایت پذیر از راه دور هست، که ما تو ساخت پهباد واقعا ید طولایی داریم. 6 داروی جدید زیست فناوری ایرانی که توی پزشکی ما واقعا حرف برای گفتن داریم و بسیار پیشرفت کردیم. و بنیان‌ها، اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه توسط مؤسسه رویان که در تهران هست و تو این زمینه ژنتیک بسیار فعال و قوی ظاهر شده. حالا این نکته اینجا دقت بکن، زیرش گفته که متخصصان علوم تجربی، حتما اینجا رو هایلایت بکن، من زیرش رو خط می‌کشم، دقت کن، رنگش رو عوض بکنم شما دقیقا ببینید. متخصصان علوم تجربی با بهره‌گیری از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت‌های گوناگون، مهارت مثلا توی فیزیک اندازه‌گیری یکی از مهارت‌های بسیار مهمه، خوب دقت بکنم من، و به کار بستن مهارت‌های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی علوم را توسعه بخشیدن. پس اگر بگن که دانشمندان چه جوری چگونه تونستن مهارت ها رو توسعه ببخشن، شما میگین با بهره گیری از تفکر، تجربه و با مهارت و به کار بستن مهارت های گوناگون تونستن علوم رو توسعه ببخشن. خب شما نیز میتونید با یادگیری دانش و پرورش مهارت های خود به حل مسائلی بپردازید که در زندگی با آنها روبرو میشوید. پس ما این چیزی که میخوایم امروز بگیم فقط برای کشف و اختراع نیست، حتی مسئله هایی که تو خود زندگی ما باش سر کار داریم و میتونیم ازش کمک بگیریم. آقا میشه یه مثال بزنید که چجوری میتونیم با مسئله که تو زندگی باش برخورد داریم بتونیم ازش کمک بگیریم؟ جلوتر بهش میپردازیم، با من همراه باش. خب اما مراحل علمی، دوستان عزیز شما در سال گذشته مراحل علمی رو یاد گرفتین، پنجم ششم فصل اول هم اتفاقا بوده و شما مراحل علمی آشنا شدید. من شیشتاشو میگم، حتما یادداشت برداری کن، توی اینجا هم میتونی از پی‌دی‌افشو دانلود بکنی، ولی به توضیحاتی که در مورد تک تک اینا میدم دقت بکن. مراحل روش علمی که اصلا تو امتحان میگه آقا مراحل روش علمی رو بنویسی به ترتیب، شما باید اینو حتما به این ترتیب یادداشت کنید. ممکنه بعضی از دبیرها، معلمهاتون، دوستان عزیز تو مدارس مختلف یه خورده اختلاف داشته باشن بین حالا بعضی از این مراحل، اما کلیت درست و علمی ترش این شیشتایی که من دارم اینجا خدمتتون میگم. خوب دقت کن. مرحله اول مشاهده است، مرحله دوم طرح سواله، مرحله سوم جمع‌آوری اطلاعات، چهارم فرضیه سازیه، پنجم آزمایش فرضی است و ششم نتیجه گیری و ارائه نظریه است. این 6 تا مرحله رو بهش میگن چی؟ روش علمی، که ما در مورد تک تک اینا میخوایم امروز صحبت بکنیم و در موردش حرف بزنیم. خوب دقت بکنید که میخوایم بریم ادامه. خب بچه‌ها عزیز نگاه کنید، مشاهده. مشاهده دوستان عزیز فقط دیدن با چشم نیست. پس آقا چیه مشاهده؟ ما اگه بگم مشاهده یعنی چی، چی باید بگیم؟ میگیم مشاهده یعنی استفاده از حواس پنجگانه، یعنی با چشم دیدن فقط نیست، بویایی هم میشه جزء مشاهده، لمس کردن با دست، مزده کردن، شنیدن، چون از حواس پنجگانه است اینها میشه مشاهده. مثلا شما میرین خونه بوی قرمه سبزی میاد، وای مامان قرمه سبزی درست کردی، پس این میشه یه جور مشاهده کردن. شما ندیدی قرمه سبزی رو، رو گاز ندیدی، ولی بوی قرمه سبزی متوجه شدی که مادر درست کرده. یا مثلا این که شما میرین یه باقی، یه پارک، جایی صدای پرنده ای میاد، صدای مثلا قناری میاد، بلبلی میاد، شما میگی ای اینجا پس یه پرنده رو درخت قناری باید باشه، شما پرنده رو درخت ندیدی، ولی از شنیدن صدای اون پرنده پی بردی که پرنده ای وجود داره.
پس فقط مشاهده دیدن نیست، استفاده از حواس پنجگانه است. این مثالایی که من اینجا زدم رو نگاه کنیم با هم بخونیم، موافقی؟ میگه شاید گمان کنید به معنای دیدن است، توضیحی که الان دیدم، اما مشاهده کردن یعنی استفاده از حواس پنجگانه. من اینجا سریع یه خط بکشم دوست من، نگاه کن، استفاده از حواس پنجگانه. پس مشاهده استفاده از حواس پنجگانه است، پس فقط دیدن نیست. خب حواس پنجگانه عبارتند از بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. خب دوستان، مثلا شما ما برای تشخیص اسید و بازها، اسید و بازهای خوراکی ها نه صنعتی، میایین از مزه کردن یعنی چی؟ چشایی استفاده میکنید. مثلا شما میگین که آقا پرتقال ما ترشه، میفهمیم که پرتقال اسیدیه. پوست پرتقال تلخه، میفهمیم که بازه، قلیاییه. ولی ما اسیدهای صنعتی رو، بچه‌ها هشدار میخوام بهتون بدم، اسیدهای صنعتی رو نمیشه با مزه کردن فهمید. شما مثلا اسید سولفوریک رو بخورید، دل و روده این همه کنده میشه، میریزه میره. پس بعد چی استفاده کنیم؟ از شناساگرها باید استفاده کنیم. ما از شناساگرهای صنعتی استفاده کنیم، تشخیص میدیم این ماده صنعتی از نوع اسید هست یا باز هست و اینکه غلظتش به چه صورته، خیلی اسیدی یا مثلا اسید شقیق غلیظه، اینا رو میشه تشخیص با شناساگرها که یکیش کاغذ پی اچ. ما تو سالهای بعد خیلی مفصل باش سر کار داریم و در موردش صحبت میکنیم. خب پس استفاده از حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. یه مثال هم اینجا زدیم، پس وقتی بوی خوشی رو هم استشمام میکنیم، ممکن است این سوال در ذهنمون به وجود بیاد که این بوی چیست. خب پس بویدن هم یعنی مشاهده کردن. شما یه عطر دلانگیز به مشامت میرسه، میفهمی کسی که عطر زده، این میشه استفاده از حواس پنجگانه، پس این هم میشه مشاهده. خب اما طرح سوال، خوب دقت بکن، سوال کردن بچه، این متن اینجا جزء سوالات 100% فصل اول، یعنی شک نکن، یعنی تردید نکن. من خودم به بچه ها این سوال میدم، این سوال دادم، همین امتحانی که قرار بگیرم این سوال دادم، نگاه کن چیه. میگه سوال کردن و تلاش برای یافتن جواب مهمترین نکته در علم است. پس باسته همینه که استادا و دانشمندان رو کار پژوهشی خیلی تاکید میکنن، چون سوالی که تو ذهنت ایجاد شده رو با تحقیق و پژوهش و اینکه تلاش بکنی خودت به جواب برسی، جزء مهمترین نکته ها تو علمه. هم باعث میشه که اون تو محافظت ثبت بشه، خودت به این نتیجه برسی و نتیجه درست‌تری برسی. چرا؟ چون خودت تلاش کردی و رفتی دنبال جواب. معمولا یا کنیم بچه، اینکه تلاشی برای یافتن جواب چند تا شاخصه داره. مثلا شما میتونید از طریق پژوهش، مثلا توی اینترنت مثلا تحقیق بکنی، از سایت های معتبر، از مقاله های معتبر که توی اینترنت و سایت های مختلف هست بری مطالعه، تو کتابخونه ها کتاب های خوب رو نگاه کنی، رفرنس های قوی رو نگاه بکنی، منابع خوبی رو نگاه بکنی، میتونی تحقیق بکنی، یا میتونی تحقیقات میدانی بکنی، از افراد متخصص تو اون زمینه بری سوال بپرسی. اینا همه میشه جزء تلاش کردن برای یافتن پاسخ. ولی ما متاسفانه تو زندگی اگه سوالی تو زندگی برام پیش بیاد، اگه دو نفر میپرسیم اگه نتیجه رسید اگه نرسید من ولش میکنیم میره. ولی نه، باید تلاش کرد تا بتونیم به اون مرحله از علم برسیم و برامون لذت بخشه. هیچی بچه ها مثل فهمیدن تو این دنیا برای آدم لذت بخش نیست. خب یه مثال میخوام براتون بزنم، آخرش مثالی میزنم که براتون خیلی جذابتر باشه. بریم مرحله سوم، جمع‌آوری اطلاعات. دوستان عزیز، یعنی در مورد موضوعی که میخوایم مورد مطالعه قرار بدیم، اطلاعاتی را از طریق کتاب، اینترنت، پرسش از افرادی که دانش آن موضوع را دارند جمع‌آوری میکنیم، مطلبی که الان بهش اشاره کرده. چهار، فرضیه. میگیم پاسخ احتمالی که به سوال میدهیم فرضیه نام. نیا کنید بچه، این پاسخ حتما باید ارتباط داشته باشه و باید منطقی باشد. نمیشه هر پاسخی رو ما بگیم این فرضیه است، نه. مثلا ما میگم که چرا هوا سرد است، پاسخی میدهیم چون رنگ زمین آبی است. اون ربطی نداره، اون پاسخ ما یه هوا بود، زمین چرا میگین شما؟ این پاسخ منطقی نیست، این اصلا ربطی به سوال نداره. پس اینو نمیتونیم بگیم فرضیه، باید مربوط به سوال باشه و منطقی باشه. این پاسخ یا جواب ممکن است درست یا نادرست باشه، اما اینکه مربوط به سوال باشه و منطقی باشه حتما باید جزء قاعده‌اش باشه. ما نمیگیم این حتما فرضی باید درست باشه، فرضی ممکنه با یک آزمایش اثبات بکنیم که غلطه یا درسته حتی، ولی اینکه مربوط به اون موضوع باشه و منطقی باشه برای ما شرطه.
5 آزمایش فرضیه. فرضیه باید قابل آزمایش کردن باشه، در این صورت قابل قبول نیست. یه مثال براتون بزنم بچه‌ها. ما توی علم فیزیک، من پای تخته صفحه بزرگ واسم براتون توضیح بدم، خوب دقت بکنید. یه دانشمندی داریم به اسم آقای رادرفورد که معروف به علم فیزیک هست، اصلا ایشونو به عنوان پدر فیزیک هسته‌ای میشناسن. خوب دقت بکنید، علتش اینه که هسته اتم رو ایشون تونست با یه آزمایش ثابت بکنه. اومد یک پرتوهایی رو تابون به اتم، دید وقتی به یک قسمتی از اتم بر میرسن اینها مسیرشون منحرف میشه، ولی از یک قسمتهایی از اتم که میرسن مسیر خودشون ادامه میدن. پس گفت این قسمتی از اتم باید داره یک هسته‌ای باشه که وقتی این پرتوهاش میتابیم مسیرش منحرف میشه. پس تونست هسته اتم رو کشف بکنه با آزمایش. اما نکته ای که میخوام اینجا بهتون بگم دوستان عزیز، شبیه یکی از خواننده ها گفتم اما رو، نکته ای که میخوام اینجا بهتون بگم خوب دقت بکنی، همین دانشمند اومد یک ذره ای رو تو اتم پیش بینی کرد، گفت آقا یه ذره ای باید تو این اتم باشه. گفتیم خب، که این ذره نه مثبت نه منفی. من و چند تا از دانشمندا با هم دیگه اونجا بودیم، گفتیم خب، و گفتش که خب احتمال میدیم ذره باشه. گفتیم آزمایش کن، با آزمایش ثابت کن آقای رادرفورد، تو باید آزمایش کنی به ما ثابت کنی، ما نمیتونیم بدون دلیل و منطق اصلا بپذیریم، ما باید حتما آزمایش بشه، اگه آزمایش بشه نمیتونیم قبول کنیم این نکته رو، پس چیکار باید بکنیم؟ رادرفورد گفت من نه آزمایشی نمیتونم ثابت بکنم. خب نیا کنید بچه‌ها، یکی از واقعا آزمایش کردن یکی از کارهای بسیار سخته. دومین کار سخت اینه که ما چایی ببریم از جلوی دوربین رد نشیم، واقعا کار بسیار سختیه، حالا اونو بعداً بهتون میگم چرا. ولی این کار سخت ما که آزمایش کردن، آقای رادرفورد نتونست. همه دانشمندا گفتن آقای رادرفورد تو رو خدا این آزمایشو انجام بده. گفت من شرمنده، من شرمنده، من نمیتونم. ما گفتیم خب ما هم شرمندی، ما هم قبول نمیکنیم. ولی چی شد؟ یه شاگرد داشت آقای رادرفورد به اسم آقای چادویک، ایشون تونست با آزمایش کردن ثابت بکنه، ولی از اون قبول کردن. همون حرفی که رادرفورد زد همون آقای چادویک گفت، ولی چون آقای چادویک آزمایش کرد ازش قبول کردن. پس آزمایش فرضیه بچه ها تا انجام نشه ما نمیتونیم مطلبی رو قبول کنیم تو علوم تجربی، با حدس و گمان نمیشود. پس حتما باید مورد آزمایش قرار بگیره و این بسیار دلیل مهمیه. خب سپس نتایجی به دست آمده از آزمایش رو یادداشت و جنبندی میکنیم، میتونیم بگیم آقا این فرضیه درسته یا نادرسته. پس حتما آزمایش، پس مهمترین قسمت این که ما بدونیم فرضیه درسته یا نادرسته باید آزمایش انجام بدیم. اما ششمی، نتیجه گیری و نظریه. خب نظریه فرضیه ایست که با انجام آزمایش درستیش ثابت شده. پس در واقع نظریه فرضیه ایست که ثابت شده است توسط آزمایش. میگیم آقا این نظریه اتمی آقای رادرفورد تونه ثابت بکنه هسته وجود داره، این ثابت شد با آزمایش، پس این میشه نظریه اتمی. ولی اگه ثابت نمیشد نظریه نمیشد. خب بچه من یه چند تا مثال میخوام براتون بزنم در مورد همین شیشتا روش علمی، خوب دقت بکنید به دردتون میخوره. یا کنید دوستان عزیز، مثلا یا کنید جناب نیوتن که جاذبه رو کشف کرد، چه مراحلی پشت سر گذروند؟ نیا کنید خود نیوتن، فرض کنید زیر درخت سیب نشسته و سیبی از درخت میفته تو سر جناب نیوتن میخوره. میدونم الان خیلیاتون دارید میگید که ای کاش خود درخت و اینا میافتاد، اینا حالا کار نداریم، ولی در هر صورت این سیبه افتاد، حالا درخت نیفتاد دیگه، ولی واقعا جناب نیوتن حق بزرگی بر گردن فیزیک مکانیکی داره، خوب دقت بکنید. سیبه افتاد، جناب نیوتن دید که سیب افتاد، سیب افتاد، این چی بود، چه مرحله ایه؟ بگو ببینم کیا میتونم بگن، میتونیم ببینیم پاسخو بچه ها رو؟ خود تأخیر داره؟ خب اشکال نداره. پس این سیبو که دید افتاد کدوم مرحله از روش علمیه دوستان عزیز؟ آفرین، حدستونه، حدس میزنم که درست باشه، مشاهده باید باشه، یعنی مشاهده که از سیب افتاد. یه نکته میخوام بگم، آیا جناب نیوتن اولین نفری بود که دید سیب افتاد؟ یا قبل از جناب نیوتن خیلی ها دیده بودن که سیب افتاده؟ خیلی ها دیده بودن، اما جناب نیوتن مشاهدهش دقیق بوده، بهش فکر کرده، و اینا خیلی ها قبل از جناب نیوتن دیده بودن که سیب از درخت افتاده. چرا؟ چون بعدش یک سوال برای جناب نیوتن ایجاد شد، سوال،
وقتی آدم به اطراف و پیرامونش با دقت نگاه میکنه، سوال براش ایجاد میشه. خب سوال چی بود بچه ها؟ سوال جناب نیوتون این بود: چرا سیب افتاد پایین؟ چرا بالا نرفت؟ چرا وای نستاد؟ چرا اومد پایین؟ این سوالی که مطرح شد. پس طرح سوال دومین مرحله ما بود. یادتون میاد طرح سوال رو؟ آفرین. مرحله سوم بگو. بعد از که طرح سوال ایجاد شد، میدیم پاسخ، میدیم احتمالی به این سوال مطرح شده. چند تا پاسخ منطقی و مربوط به سوال مطرح شده جناب نیوتن ایجاد کرد، فرضیه سازی کرد و رفت دنبال آزمایش که به جوابش برسه. نیا کنی فرق جناب نیوتن ما اینجاست. ما اگه بودیم گفتیم ای سیب چرا افتاد؟ افتاد دیگه، بلش میکردیم. یا مثلا حد اکثر میرفتی از مامان اون میپرسیدی مامان؟ میگه بله. چرا سیب افتاد؟ افتاد که افتاد، به درک که افتاد، برو مشقاتو انجام دادی؟ فردا معلمتون میپرسه، این جواب میشنیدی. ولی جناب نیوتن رفت تحقیق کرد و به جواب رسید. علتش نیروی جاذبه از سمت زمین که به جرم جسم وارد میشه و اجسام رو به سمت خودش میکشونه، نیروی جاذبه، جاذبه کش. پس این روش علمی بچه ها بسیار کاربرد داره. تفاوت ما با دانشمندان هر همین نوع نگاه و سوالایی که براشون مطرح میشه. ما میریم تو طبیعت با چوب دنبال سنجاقک میکنیم، میذاریم سر سنجاقک، ولی دانشمند میره سنجاقک رو نگاه میکنه، ازش هلیکوپتر ایده میگیره، هلیکوپتر رو میسازه. ما میریم دم لونه خفاش آتیش روشن میکنیم، خفاش بسوزونیم یا فراریش بدیم، ولی دانشمند به خفاش نگاه میکنه، چی رو میسازه؟ پهباد رو که با امواج داره حرکت میکنه. پس نوع نگاه ها باعث میشه یک آدم دانشمند بشه و به کشف و اختراع برسه. نوع نگاهشون فرق میکنه، تفکرشون فرق میکنه، نوع نگاهشون به پیرامون و اطرافشون فرق میکنه. دنبال جواب رفتن برای سوالشون که مهمترین نکته تو علمه، خودشون رفتن دنبال جواب و تلاش کردن براش و بعد برای اینکه به جواب برسن آزمایش کردن براش. خب یه سوال میخوام بپرسم دوستان عزیز، آیا ما از این روش علمی 6 تا مرحله آیا برای زندگی روزمره میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ یا نه فقط برای کشف و اختراعه؟ سوال بسیار مهمیه دوستان عزیز. ما از این 6 تا مرحله بچه ها برای زندگی روزمره میتونیم استفاده کنیم، برای سوالاتی که توی زندگی بهش برخورد میکنیم، برای مسئله هایی که توی زندگی بهش برخورد میکنیم. یه مثال بزنم. فرض کنیم منو یکی از شماها، مثلا آقا مهدی که داره الان کلاس ما رو نگاه میکنه، من بیام جلوی این تخته، من برگردم به مراحل اولیه، نگاه کنید، از همینجا با هم دیگه بریم مرحله اول مشاهده. با یکی از بچه‌ها، حالا آقا مهدی که داره ما رو نگاه میکنه تو کلاس، کلاس های تاملند، یه فلافلی میزنیم، درسته؟ احسن، فلافلی میزنیم و بعد یه مدت مشاهده میکنیم آقا مشتری نمیاد، فروش کمه. یه طرح سوال بر اون ایجاد میشه. پس اول مشاهده کردی، درست؟ که آقا مشتری نمیاد. بعضی وقتا یه آدما ورشکست میشن ولی مشاهدهشون خوب نیست، متوجه نمیشن. وقتی میرن زندان متوجه میشن. چی شد اومدید؟ نمیدونم، یه منو گرفتن و بردن. چرا؟ فکر کنم چکام برگشت. خود یعنی تا اینقدر دیر متوجه شدی؟ چرا زودتر متوجه نشدی؟ پس مشاهدت ضعیف بوده. ولی وقتی اولش مشاهده میکنم مشتری ندارم، چرا؟ مشتری نیست، نمیاد. سوال ایجاد میشه، طرح سوال: چرا مشتری کم است؟ چرا فلافلی روبروی مشتری زیاده، من فلافلی کمه؟ چرا مردم از من خرید نمی کنن؟ چرا فروش روزانم به اون مبلغی که ایده عالمه نمیرسه؟ به سوال مطرح شده باید حالا جواب بدیم. چیکار باید بکنیم؟ بریم مرحله بعدی. جمع‌آوری اطلاعات، یعنی در مورد اون فلافلیه و که نحوه فروششونه اطلاعات جمع‌آوری میکنیم. ببینیم آقا فلافل خوب چی جوریه، آیا دکور مغازه بعد ببینیم چی جوریه، مثلا چه سیستمی بعد بچینیم. این میشه جمع‌آوری اطلاعات در مورد اون موضوع. خب تحقیقات بکنیم، رفرنس منابع جمع‌آوری میکنیم. بعد فرضیه پاسخ میدیم به این سوال مطرح شده. خب آقا چرا فروش کمه؟ میگیم به خاطر اینکه شاید فلافلامون خوشمزه نیست، کیفیت فلافلامون پایین، شاید گرون میدیم فلافلا رو، شاید مغازمون وسط بیابون زدیم، کسی از اینجا رد نمیشه که بیاد ببینه فلافل بخره، به قول مغازه‌دارا پاخورش خوب نیست. یا مثلا دکور مغازمون شیک نیست، کر و کثیفه، تمیزی و نظافت نداره، یا ممکنه اخلاقمون با مشتری بد باشه، به خاطر همین مشتری جذب مغازه ما نمیشه. اینا همیشه فرضیه، پاسخهای احتمالی به سوال این که چرا فلافل ما خوب فروش نمیره. حالا
بعد بریم فرضیه رو چیکار کنیم؟ آزمایش بکنیم. مرحله بعدی آزمایش کردن. میایم کیفیت فلافلا رو چک میکنیم. میایم مثلا اونایی که توی غذا هستن، صنعت غذایی، میایم آقا مزه کنید ببینید چه جوری، آیا فلافلا رو لحاظ مزه، یا مثلا به چند نفر از فامیلا، اقوام، دوستان این فلافلا رو، آقا این فلافلای ماست بخورید ببین مزهش ایراد داره یا نداره. اینا آزمایش داریم میکنیم دیگه. یا مثلا دکور مغازه رو نگاه کنید از لحاظ چند نفر، آقا یه نظر سنجی کن آقا دکور مغازه ایراد داره یا نداره. یا میایم مثلا مکان مغازه رو مورد بررسی قرار میدیم، آقا اینجا پاخور داره، دم بازار وسط کویل لوت زدیم فلافلی، اصلا اینجا موجود زنده ای رد نمیشه، چه برسه به آدم که بیاد فلافل بگیره. یعنی فلافل بریزید تو بیابون مورچه هم نمیان بخورن از شدت گرمای کویل لوت، و چرا اومدیم اینجا مغازه زدیم مثلا. خب میایم اینا رو بررسی قرار میدیم و به نتیجه میرسیم و نظریه اون ارائه میدیم. آقا ما همه اینا رو بررسی کردیم، کیفیت خوب بوده، دکور خوب بود، اینا اخلاقمون خوب نبوده. مشتری میومدیم گفت آقا یه فلافل میدی؟ نه دیدونم مغازه هنوز چیز نشده، روغن هنوز داغ نشده. چرا انقدر میومد؟ برخورد بد داریم، خوش برخورد نیستیم. این میشه نظریه ما، میاد مشتری رو راضی نگه میداره، میاد اخلاقش رو خوب میکنه که بتونه فروشش رو بالا ببره. پس نیا کن تو زندگی روزمره ما از روش علمی میتونیم استفاده کنیم. بچه خود شما میتونی از این روش تو حتی توی درساتون استفاده کنید. مثلا شما ترم اول نمره علوم میاد، کارنامه رو میگیری، مشاهده میکنی، او علوم شدم 8، مشاهده کردی علوم شده 8، بعد طرح سوال پیش میاد چرا شدم 8؟ چرا 20 نشدم؟ چرا نمره خوبی نگرفتم؟ چرا قبول نشدم؟ بعد میاد چیکار میکنی؟ پاسخ میدی. ولی اگه میخوای واقعا پاسخات منطقی باشه، یا کنی ما گفتیم که پاسخ باید منطقی باشه دیگه، فرضیه سازیمون. خب آقا معلم ما اون لش کرده بود، آقا به همه 20 داده به ما 8 داده، نمیدونم جزوهمو آقا داشتم میخوندم سرخپوستا حمله کردن جزوهمو برد، میبینی پاسخ غیر منطقی. آقا کنار دریا بودم یه پری دریا اومد گفتش که جزوه رو به من بده من لازم دارم، جزوه رو برد تو آب خیس شد مثلا دیگه نتونستم بخونم. از این حرفو میزنن بچه‌ها، من دیدم، ما دیدیم که میگی این فرضیه منطقی نیست. بعد فیار فرضیه سازی منطقی انجام بده، یا آقا مثلا من زمان مطالعه هم کم بوده، نحوه مطالعه هم درست نبوده، جزوه خوبی نداشتم، سر کلاس حواسم پرت بوده. میام اینا رو بررسی میکنیم، آزمایش میکنه، از ترم جدید میاد جزوه نوشتنش رو خوب میکنه، زمان مطالعهش رو بیشتر میکنه، کیفیت مطالعهش، نحوه مطالعهش رو، بعد سر کلاس حواسش رو جمع میکنه، بعد میونه او دفعه بعد نتیجه گیری میکنه، میگه من مثلا نحوه مطالعه هم خوب نبوده، مثلا من ترم قبل کلن توی ترم اول نیم ساعت مثلا علوم خوندم، ولی در صورتی که من روزانه مثلا 1.5 ساعت مثلا علوم میخوندم. میاد نظریه میده، میگه چی؟ میگه من زمان مطالعه هم کم بوده، یا مثلا نحوه مطالعه هم بد بوده، اینا رو اگه درست بکنم میتونم نمره خوبی بگیرم، اینا رو درست میکنه نمرش خوب میشه. پس دوستان میام پای تخته بزرگ نگاه کنین. پس دوستان عزیز، ما این روش علمی رو میتونیم توی زندگی شخصیمون هم استفاده کنیم و ازش کمک بگیریم و بسیار به درد میخوره و بسیار کمک حال ماست تو مدرسه، توی کار، تو کسب و کارمون، توی هر چیزی ما بتونیم از این روش علمی استفاده کنیم که چرا و بار پاسخ بدیم، آزمایش انجام بدیم و بعد بتونیم به نتیجه برسیم. بریم چند تا نکته بچه با هم دیگه ببینیم بعدش. خب من صفحات کتاب درسی رو بچه آوردم که کتاب درسی رو با هم دیگه بریم جلو، یعنی شما کتاب هم کنار دستتون باشه بتونید به فعالیت ها و آزمایش کنید و فکر کنید و کتاب هم پاسخ بدیم و نکات مهم کتاب رو براتون بازگو بکنم. اینجا اومده چند تا میخواد مهارت یادگیری، اندازه‌گیری و آزمایش رو به شما نشون بده. یا کنید اندازه‌گیری، آزمایش کردن اینا مهارته، استنباط کردن اینا مهارته، که این مهارت رو ما تو فیزیک و علوم به کار میبریم. چند دانش آموز کنجکاو میرن آزمایشگاه، میبینن که او چند تا ماده روی میزه: نفت، گوگرد، جوهر نمک، براده آهن، اتالون و نمک. من اسمای علمی اینا رو بعضیشون رو بگم. مثلا نگاه کنید بچه‌ها، جوهر نمک همون اسید هیدروکلوریک، یادداشت کنید جوهر نمک همان اسید هیدروکلوریک، HCl، هیدروژن و کلور. خب براده آهن کی؟ اتانول چی آقا؟ اتانول همون الکله، اتانول لگی یه وقتا، اتانول الکل، همین الکلی که شما دستتون زده عفونی می‌کنید، جذابه نه؟ نمک اسم علمی چیه بچه‌ها؟ هر کی اینو بگه یه جایزه بهش میدن. نمک
باریکلا باریکلا. فکر کنم بچه ها همه دارن جواب میدن. احسن احسن. میشه سودیوم کلورید. درسته؟ آفرین آفرین. خب بچه ها این مواد رو میبینن، خب مشاهده کردن، بعد سوال براشون مطرح میشه، آقا اینا همشون تو آب حل میشن؟ من میام پایین تخته کوچیک نگاه کنید، به دانش آموزه زیبا نگاه کنید، چه سوالی براشون مطرح شده. آیا همه این مواد در آب حل میشن؟ خب ما برای اینکه بچه‌ها به این نتیجه برسن، به جوابشون برسن، بعد چیکار کنن؟ بعد از این سوال مطرح شده الان دیگه اوکی بعد جواب بدی، الان دیگه بعد بتره کن، الان موقعشه. آفرین. این سوال مطرح شده رو بعد چیکار کنه؟ پیش بینی یا فرضیه سازی کنه؟ بگه آقا همشون مثلا تو آب حل میشن یا نه، اونایی که ماین تو آب حل میشن، اونایی که جامدن حل نمیشن، یا برعکس، یا بستگی به انحلال پذیریشون داره. یه فرضیه سازی باید بکنیم، ببینیم فرضیه سازی این بچهای عزیز ما چی بوده. یه نکته اینجاست که من توی جزوه‌ام آورده بودم، اینجا هم از قصد بودم که هایلایتش کنم، تو اینو حتما مد نظرت قرار بده. بعد معلما خیلی از این سوال میدن، من خودم اینو سوال دادم، بچه‌ها همه جواب درست دادن. حواست باشه، بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی، طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آنه. فقط باید دقت بکنیم بچه، آزمایش رو باید تکرار بکنیم، بعضی از اونایی که ثابته رو ثابت نگه داریم و بعضی از اونایی که باید تغییر بدیم، اون تغییرش میگن متغیر، که حالا جلوتر یه مثال برات بزنم بدونی یعنی چی، چی رو باید تغییر بدیم، چی رو باید ثابت در نظر بگیریم. پس این نگاه کنید متن کتاب درسی بچه، اونی که مهم بوده برات هایلایت کردم، بریم جلوتر ببینیم داستان از چه قراره. خب یه نکته تیسوشانی خفن میخوام بهت بگم، علمی میگه در انجام آزمایش ها برای داشتن دقت در نتایج باید شرایط تمامی آزمایش ها یکسان باشد و در هر آزمایش فقط موردی رو که میخواهیم تأثیرش را مشاهده کنیم تغییر. پس اون موردی که میخوایم ببینیم چه تأثیری داره رو باید ما تغییر بدیم، وگرنه برای شرایطی که نباید تغییر بدیم که. درسته؟ باریکلا. که به این میگن متغیر، به اون چیزی که تغییر میدیم میگن متغیر. مثلا بچه نگاه کنی، یه دانشمندی اومد راجع به یک موضوعی میخواست تحقیق بکنه. خب خوب دقت کنید به حرفای من، خیلی جالب. میخواست ببینه که آیا بعضی از مثلا مگس ها یا مثلا حشرات خود به خود به وجود میان، بهش میگن خود خلقی، خب این ها مثلا نه خود به خود به وجود نمیاد. اومد یه تیکه گوشتی رو برداشت، سالم بود، حشری دور و برش نبود، کرمی نذاشته بود، توی شیشه این انداخت، گذاشت بالای یخچال که ببینه آیا این حشره اینا میاد سراغش، پرنده چیز پرنده کردن مگسی چیزی میاد سراغش یا نه. بعد یه مدت اومدید که بله کرم مثلا گذاشته یا مثلا مگس تو شیشه هست. خب آیا میتونست نتیجه بگیری که آقا ما مگس که نبود روی گوشت، مثلا تخم حشرات هم نبود که بگیم از تخم در اومدن و مگس به وجود اومده این حرفو، پس مگس خود به خود به وجود اومده تو این شیشه؟ درسته؟ حالا میخوام آزمایش رو تکرار بکنیم، به نظر شما کدوم باید متغیر در نظر بگیریم؟ خب ما اومدیم شیشه رو درشو باز گذاشته بودیم بالای یخچال، حالا میام در شیشه رو میبندیم، اینو تغییر بدیم، اینو آیا مگسی که اومده الان روی این گوشته نشسته خود به خود تو اون گوشته به وجود اومده یا نه از بیرون وارد شده؟ آفرین. چون می‌خواستیم اینو پیش بینی کردیم که آیا این خود خلقی است، خود به خود به وجود آمده است یا از بیرون آمده است. پس شرایط اون متغیر رو تغییر میده، درش شیشه رو می‌بندیم. بعد دوباره آزمایشی که انجام داد دید نمگسی خبردار نشده، کرمی هم نذاشته. پس فهمید که او خود خلقی وجود نداره، از بیرون وارد اون میاد. پس فهمیدی که ما باید چی رو متغیر در نظر. ما می‌خوایم مثلا تو سال ششم خونده بودید گلوله‌ای رو مثلا پرتاب می‌کنین عمق خاک. خب اونی که باید در نظر بگیریم چی رو باید ثابت در نظر بگیریم؟ ببینیم آقای مثلا ما میخوایم تأثیر جرم رو به میزان حفره‌ای که ایجاد شده در نظر بگیریم، تأثیر جرم رو. گلوله پس باید جرمش رو تغییر بدیم، ببینیم آقا جرم کم و زیاد میکنیم حفره کوچیک بزرگ میشه یا نه، چون میخوایم اون رو ببینیم تأثیرش چیه. پس جرم رو باید متغیر در نظر بگیریم. اوکی شدش؟ فهمیدی؟ باریکلا. بریم جلوتر، بریم دانلودرسی کیه؟ بریم. بچه دوباره صفحه کتاب آوردم که از رو کتابم چند تا نکته مهم بگیم. بریم رو صفحه بزرگه این، شما اینو خوب ببینید. نگاه کنید دوستان عزیز، صفحه کتاب چقدر باحاله اینجا. علم و فناوری. رفت جلوتر. خب برگردیم. فناوری. فناوری بچه ها تبدیل علم به عمل است. تعریف فناوری این متن کتاب درسی، چندین مدل ازش سوال میده. چی جوری آقا؟ میشه اینا چندین مدل ازش سوال داد.
فناوری. چی جوری؟ دقت بکن. سوال میده فناوری رو تعریف بکنیم. آقا تبدیل علم به عمل است. سوال دیگه، فناوری تبدیل جای خالی به جای خالی است. عمل علم به عمل است. این 2 تا 25 سال نیم نمره این سوال میده. یا تعریف کنی فناوری مثلا نیم نمره میتونه برای سوال بده. یا صحیح غلطش میکنه. میگه جمله زی صحیح است یا غلط است. فناوری تبدیل عمل به علم است. چی بچه به نظر شما؟ این درست یا غلط؟ عمل به علمه؟ نه. پس این جمله غلطه. علم به عمل میگن فناوری. درسته؟ باریکلا. من از این کتاب درسی رو بخونمش هایلایت کنم. بچه نیا کنی؟ پس من اینجا رو هایلایت میکنم. فناوری تبدیل علم به عمل است. ساخت خودرو، رایانه، تلفن، نیروگاه هسته‌ای، دارو، اینها همه پس دارو هم فناوریه. بچه‌ها دقت داشته باشید. نمونه‌ای از تبدیل دانش علمی به عمل است. پس اگه میگن تفاوت علم با عمل چیه؟ میگیم علم ایده است، نظریه است، اما اگه به معنی تبدیل بیاد، مثلا اینو تبدیلش کنیم، بسازیمش، میشه فناوری. تو ذهن من میگیم آقا گوشی همراه مثلا میتونیم درست بکنیم. اینو اگه بسازم میشه فناوری. یه داروی میخوام بچه‌ها برای مثلا درمان سرطان، مراحلش رو طی میکنیم، وقتی ساختیمش این میشه فناوری داروی ضد سرطان. اما اگه تئوری باشه میشه همون علم. پس علم به صورت تئوری و نظریه، اما فناوری به معنی ظهور میاد، به عمل تبدیل میشه، ساخته میشه. دانشمندان تلاش میکنن با تبدیل علم به فرآوردهای مناسب به نیازهای زندگی پاسخ بدهند. برای نمونه انسان‌ها با اختراع تلفن توانستن به راحتی از فواصل دور با هم ارتباط برقرار کنند. ساخت خودرو و سپس هواپیما باعث شد تا جابجایی مسافران با سرعت بیشتر و در زمان کوتاه‌تری انجام شود. خب یا آیا می‌دانیدم داره حالا فعالیت. میگه در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به فناوری که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است بنویسید و در مورد فواید و زیان‌های آنها گفتگو کنید. بچه‌ها مثلا همین موبایل یه فناوری که خیلی گوشی‌های همراه مفیده، خیلی مزایا داره، اما یه معایبی هم داره. مثلا نگاه کنید امواج گوشی‌های همراه مضر، ضرر داره. یکی دور شدن از کانون خانواده، همش تو اتاق نشستیم تو گوشی داریم برمیریم. خب این دور شدن از خانواده است، روابط اجتماعی رو کمتر کرده، ولی خب مزایای بسیار خوبی داره. میتونه از حال همدیگه با خبر شیم، خیلی از کارامون گلما با گوشی انجام میدیم، خیلی از فایلایی که رد و بدل میکنیم، کتاب، PDF، این از طریق گوشی انجام میشه. ما خیلی از عکاسیامون از طریق گوشی انجام میدیم، ضبط صدا، ضبط فیلم، تصویربرداری و و و و خیلی کارهای مفید دیگری میتونیم با گوشیمون انجام بدیم. پس همه فناوری ها یا اغلب فناوری ها در کنار مزایاشون یه معایبی هم دارن. پس فقط چی نیست؟ مزایا نیست، یه معایبی هم دارن که ما این رو باید با رفتارامون بتونیم این معایب رو کنترلشون بکنیم. بریم مطلب رو نگاه کنیم. میگه هر چند تبدیل علم به فناوری باعث پیشرفت کشورها شده است. اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، چیزی که بچه‌ها توی آزمون‌های مختلف من دیدم که صحیح غلط ها مثلا میدن این کلمه است. خوب نگاه کنید، میگه اغلب فناوری ها، اغلب، نگفته همه، گفته اغلب یعنی بیشترشون، خب در کنار فواید معایبی هم دارن. اینو هایلایت کنید بچه‌ها. مثلا با اختراع خودرو جابجایی مسافران راحت‌تر و سریع‌تر شده است. بله، مثلا زمان قدیم می‌خواستن برن کربلا با کاروان می‌رفتن، یک سال 6 ماه یک سال تو راه بودن، اصلا بعضیشون وسط راه فوت می‌کردن، بعد خانواده‌اش هم نمی‌تونستن اطلاع بدن، زنگ بزنن میگن آقا ببخشید فوت کرد کربلا یعنی فوت کرد تو راه، مثلا خبردار نمی‌شدن، 6 ماه طول می‌کشید برن، 6 ماه طول می‌کشید برگردن، یک سال تو راه بودن. بعد که برمیگشت میگه شوهرم کنگونه تو راه مرده، مثلا ای کجا؟ تو کرموشا خاکش کردیم. یک سال طول میکشید برن بیان، آقا دوز بزنه به کاروان، مریض شن. ولی اومده الان ساخت خود رو شما راحت، هواپیما راحت، تو مسافت های کم کل کشورها رو میتونن برن ببینن. با هواپیما یکی دو ساعت تورا میرن، 6 ساعت تورا با هواپیما دیگه نیازی، قبلا میخواست برن یک سال دو سال تورا بودن، آیا میمردن زنده میموندن تورا فرق میکرد. یا همین تلفن مثلا قدیما میخواستن از حال همدیگه خبردار بشن، بعد میرفتن نامه مینوشتن، آیا میدیدن همدیگه رو نمیدیدن، ولی از زمین زنی کجایی؟ الو الو
حالا اطلاعات جمع آوری کنیم. دقت بکنیم. اینجاشو داشتم میخونم. میگه اما استفاده از سوخت فسیلی برای به حرکت در آمدن آن آلودگی هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت را افزایش داده است. این معایبی که گفتیم معایبش حالا چیه؟ همین تولید آلودگی، سوخت فسیلی میسوزونن، کربن دی اکسید هوا زیاد میشه، بعد گرمای کره زمین به محیط زیست آسیب میزنه. یکیش اینه، یکیش هم اینه که تصادفات جاده‌ای مخصوصا تو ایران که آمار مرگ و میر تو جاده خیلی زیاده، به خاطر اینکه قوانین راهنمایی خوب رعایت نمی‌کنن، متأسفانه خوب باعث مرگ و تصادف و اینها میشه، آسیب‌های جانی و مالی اتفاق میفته. این از معایب خودروها هست، اصلا به پراید اشاره خاصی ندارم. خب بریم تو اطلاعات جمع‌آوری کنیم. میگه در یک تحقیق گروهی درباره فواید و زیان‌های یک فناوری در محیط زندگی خود گزارش تهیه کنید، راهکار پیشنهاد کنید آقا چیکار باید بکنیم که مثلا این فناوری معایبش کمتر بشه. مثلا میگیم آقا بدنه خودرو رو مستحکم‌تر بسازید، جاده‌ها رو عریض‌تر بسازید، پهن‌تر بسازید، جاده استاندارد باشه، خطوطش درست باشه، همه چیز اوکی باشه، ریزش کوهی نداشته باشه، جاده همه چیز استاندارد باشه. این میشه ما از اون فناوری که استفاده می‌کنیم معایبش رو هی کمتر کنیم. پس میشه از این کارا کرد. اما بریم جلوتر، بعدش برمیگردیم به این شاخه‌های علوم تجربی. خب نمونه ای از فناوری متخصصان ایرانی، ساخت سد کرخه، بزرگترین سد خاکی روسی خاورمیانه. خوب دقت کنید. ساخت پهباد، ساخت 6 داروی جدید زیست فناوری، شبیه سازی اولین گوساله به نام بنیانا در خاورمیانه. اینا فناوری متخصصان ایرانیه. اما نمونه از فناوری در دنیا، ساخت خودرو، رایانه، تلفن، نیروگاه هسته‌ای و دارو. اما فناوری دارای مزایا و معایبی هستن که ما بهش اشاره کردیم. بله آفرین. ساخت خودرو اگه بگن چه مزایایی داره، میگیم جابجایی مسافر با سرعتش بیشتر در زمان کمتر. اما عیبش چیه؟ سوختای فسیلی برای کردن آن و آلودگی هوا. سوخت هسته‌ای کاربرد در صنعت پزشکی، در صنعت پزشکی و نظامی حتی میتونیم بگیم جزء فوایدشه. اما ساخت بمب اتمی، بله هیروشیما ناکازاکی یک بمب انداختن، 100,000 نفر یهو از بین رفتن، معایبشه. یعنی استفاده از بمب یکی از معایبش اینه بچه‌ها. عیب دیگه مثلا فناوری هسته‌ای، آسیب محیط زیست، زباله‌های هسته‌ای بسیار برای محیط زیست خطرناکن، یا کاهار باهاش بچه‌ها خیلی خطرناکه. خیلی از دانشمندایی که تو این حوزه کار میکنن دچار بیماری میشن. مثلا اولین نفری که حالا مثلا قبل از اینکه بدونن عنصرها پرتوزا هستن، خانم ماری کوری بود، عنصر رادیوم رو کشف کرد، اما نمیدونست این پرتوزای رادیواکتیویته است، جزء عنصرهای هسته‌ای، باعث شد سرطان بگیره و فوت کنه، روحش شد باشه خانم ماری کوری. بله خب بریم قبلش اینی که من سوال حل بکنم، این نکته رو از تو کتاب درسی هم ببینیم بچه با هم دیگه. نیاز امروز دقت بکنید. من بیام پای تخته بزرگی بچه ها، خوب دقت بکنید. نگاه کنید ما کتاب هم هایلایت کردیم، یعنی اومدیم جز به جز کتاب رو بچه ها خط به خط کتاب مورد بررسی داریم قرار میدیم جاهای مهمش رو. بس حتما کتاب درسی در کنار درست باشه، هایلایت بکنی، نکته برداری، که این با من همراهی کردن باعث میشه بهتر یاد بگیری، بهتر کنی، بری فصل اول لهش کنی. معلم میگه آه چقدر خوب بلد شدی، میگه بله اینه تاملن هریکلا. خب نیاز امروز، گروه علوم تجربی میگه گرچه علوم تجربی به 4 شاخه فیزیک، شیمی، زیست و زمینشناسی تقسیم کردن، پژوهش‌ها نشان میدهد موفقیت و پیشرفت سریع علم نتیجه فعالیت مشترک همه دانشمندان و متخصصان با یکدیگره. یا کنید 4 تا شاخه داره، شیمی، فیزیک، زیست، زمین. خب دوستان یه خورده بیاییم تخصصی تر صحبت بکنم به دردتون بخوره. فیزیک بچه ها علم پایه است، یعنی فیزیک در هم شیمی کاربرد داره، هم در زیست کاربرد داره، هم در زمین شناسی کاربرد داره و حتی در نجوم که کتابش اشاره ای نکرده. خب آقا یعنی چی؟ چجوری تو شیمی کاربرد داره؟ مثلا ما فیزیک اتمی که داریم مورد بررسی قرار میدیم، تو شیمی هم همینه دیگه، رابطه بین اتم ها و عنصر هاست، رابطه بین پیوند اتم ها با یکدیگری که تو فیزیک هم مورد بررسی قرار میگیره. پس فیزیک علم پایه است، ما اول اتم ها رو در فیزیک مورد بررسی قرار میدیم. آقا توی زیست کاربرد داره، مثلا تو آناتومی بدن فیزیک چه کاربردی داره؟ مثلا کسی که دکتره فیزیک به چه دردش میخوره؟
نگاه کنید بچه‌ها، چقدر این سوال سوال خشنگی بود که خودم پرسیدم. ممکن تو ذهن شما هم این سوال پیش اومده باشه. واقعا فیزیک تو پزشکی به چه دردی می‌خوره؟ اینجوری گوش کن. مثلا بچه‌ها میخوان تشخیص بدن یک استخوان دچار پوکی شده یا نه. بیماری پوکی استخوان که تو ایرانی‌ها خیلی شایع است، مخصوصا خانم‌ها. اینو میخوان آزمایش انجام بدن. میان از طریق چگالی اون استخوان رو اندازه‌گیری می‌کنن. اگر چگالیش از حد استاندارد چگالیش پایین تر باشه، پایین استخوان دچار پوکی شده، براش دارو می نیسن، میگن مراقب باش، مثلا لبنیات بخور، شیر بخور، قرصا رو بخور، کلسیم بخور. بس چگالی که تو فیزیکه تو زیست کاربرد داره. یا مثلا بعضی از قوانین گازها تو بدن، مثلا نگاه کنید حرکت اکسیژن در سراسر بدن قانون انتشار فیزیک رو داره بررسی میکنه که شما سالهای بعد باش آشنا میشید، یاد میگیرید. خوب دقت بکنید. پس فیزیک تا اینجا تو زیست هم هست. آقا تو زمین شناسی چه کاربردی داره؟ آفرین. که اصلا بهش میگن ژئوفیزیک. بررسی لایه‌های فیزیکی سطح زمین، قوانین فیزیک اونجا مورد بررسی قرار میده. کانی‌ها، سنگ‌ها، اینا تو فیزیک هم هست. بهش میگن ژئوفیزیک هست من. اصلا توی نجوم، اخدر فیزیک. پس فیزیک علم پایه است و بسیار مهمه. و اما مطلب کتاب میگه آقا این 4 تا شاخه که تو علوم تجربی هستش و تو کتاب درسی ما هم هست. من گفتم فصلی که مربوط به زیست هست، فصلی که مربوط به زمین شناسی هست، مربوط به شیمی فیزیک هست و گفتم بهتون. حالا اگه میخواد علم پیشرفت بکنه، باید متخصصان رشته‌های مختلف با همدیگه دست به دست هم برن تا بتونن این مهارتی که باعث سریع‌تر شدن پیشرفت علمش رو با همدیگه انجام بده، یعنی فعالیت مشترکشین. بچه‌ها من تو کتاب هایلایت می‌کنم، نگاه کن. میگه موفقیت و پیشرفت سریع علم نتیجه فعالیت مشترک همه دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است. موفقیت و پیشرفت علم. چقدر صدام باحال شد. خب حالا یه مثال آقا بزنید. تو کتابم مثال زده، یه مثالم خودم میزنم، میگم یه مثالم شما میتونید بزنید یا نه. خب میگه تولید سوخت هسته‌ای 200 تومن بعد بچه‌ها تو خونه نشستن میگن 200 تومن بسته چقدر بله سدیم کلرید بدن که میره بالا. این جملات هم تکرار میشه. تولید سوخت هسته‌ای و استفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است که چی؟ دانشمندان همه شاخه‌های علوم تجربی و حتی سایر رشته‌ها در آن سهیمند. پس آقا اینجوریه داستان. پس توی سوخت هسته‌ای چندین دانشمند تو رشته‌های مختلف با هم دیگه همکاری دارن. بله، اثر یک دانشمند فقط فیزیک نیست، فیزیک هسته‌ای نیست، شیمی هست، زیست هست، زمین شناسی هست و اینا همه با هم دیگه فعالیت مشترک دارن تا بتونن سوخت هسته‌ای رو تولید بکنن. یه مثال بچه‌ها بزنید. من میام پای تخت بزرگی ببینم کدوم از دوستان میتونن مثال بزنن. هنوز قابلیت این که بچه‌ها رو ببینیم نداریم. نه چند ثانیه صبر کنم؟ چند ثانیه صبر میکنم دوستان که شما عزیزان ببینم کدوم میتونید بگید که مثلا برای چه فناوری چندین رشته مهندسی مثلا میتونه دخالت داشته باشن، با هم دیگه همکاری دارن تا بتونن بهتری کنن و یه وسیله فناوری رو بسازن. یه مثال بزنید بچه ها ببینم مثالای دوستان عزیز رو. اسم شهراتون هم جلوی اسمتون بگید، مثلا میگه کدوم شهره، ببینیم ما همشهریامون رو پیدا میکنیم اینجا. بله یه مکسی میکنی. حالا همینجور که دارید بچه ها مینویسید یه نکته بهتون بگم. یه مگس هم داخل این استودیو هست که خیلی علاقه من شده به علم و هر سمتی که من وای میستم تخت اون مگس هم حضور مستمر داره و بسیار پیگیر قضیه است. نشون میده مگس ها هم دنبال علم هستن دوستان عزیز و بسیار پیگیره. من هر جا میرم اون مگسم میاد، فکر میکنم عاشقی که از این ابزارهای من شده. خب باریکلا مهندسی پزشکی، باریکلا پهباد، آفرین، باریکلا باریکلا. به به از ایلام هست، باریکلا. اصالتا اصفهانی امیررضا نه؟ کدوم شهر اصفهان؟ خود اصفهان. باریکلا باریکلا بچه ها آفرین باریکلا. قائم شهر، فاطمه خانم از قائم شهر. به به شهر زیبای قائم شهر، استان ایلام. ای باریکلا
این ایلامی صحبت کردم، حال کردی؟ آیناس رها، پهباد زده، احمد رضا مهرعلیان، بله، ساخت دارو، علم شیمی و عزیز، باریکلا مهدی جان، آفرین، ساری، باریکلا، باریکلا، یگانه اصفهان، به به، امیرزا حاجی علی از خانسار، به ما نزدیک امیر علی، اگه گفتی من کجاییم، جایزه بهت میدم، باریکلا، باریکلا، امیرزا میخوام یه تقلب بهت برسونم، بگو روباتیک، حالا که نزدیک شهر ما هستی، بگو روباتیک، آقا علم روباتیک، اینا چندین علم هستن، باریکلا، باریکلا، به به، مهدی جان از تبریز، بچه ها از سر و سر کشور هستن، این چقدر لذت بخش بچه آدم، یه کلاس کل به پهنای ایرانه، این کلاس تاملن به پهنای ایرانه، خیلی جالبه، به به، موفق باشی، از مشهد هم هستن، باریکلا، فاطمه سلیمانی میگه نیروگاه هسته‌ای، باریکلا، باریکلا، شهر نور، به به، زیبا، مازندران، باریکلا. خب بچه نیا کنیم، من اینو بگم، اکثر دوستان دارن پهباد رو اشاره میکنن یا مثلا پزشکی مهندسی رو دارن اشاره میکنن، بله دوستان اکثرا جواب درستی دارین، ولی روباتیک نیا کنید بچه ها، چندین شاخه مهندسی درش دخیله، مثلا نیا کنید برنامه نویس، مهندس نرم افزار، بعد برنامه بده اون ربات دیگه حرکت کنه، چجوری بره، فوتبالی باشه یا مثلا جنگجو باشه، وحشی باشه، اون ربات برنامه میگیره، مهندس برنامه نویس هست، مهندس برق هست، برقش رو ربات برق میخواد دیگه، باتری نور بزنه، درسته؟ آفرین آفرین. یه چیز دیگه هم هست، مهندس مکانیک، طراحی قطعات، طراحی بدنه، اینا همه با مهندسی مکانیکه که بتونن یه رباتی رو بسازن، پس در واقع این رباتیک و ساختن ربات هم چندین شاخه مهندسی درش دخیله که بتونن این کار رو با هم دیگه انجام بدن. احسن احسن، امیرعلی گفته آره، آفرین بچه ها، ماشاءالله باشه، آفرین آفرین، بله من بچه ها از خودم تهران به دنیا آمدم، اصالتاً پدرم اهل شهرستان زیبای گلپایگان هست که نمیدونم بچه ها از گلپایگان کسی داریم اونجا، اگه کسی گفت گلپایگانی من یه دو نمره بهش بدم. خب بچه ها ما در ادامه اینجا هم که گفتیم، اما میخوام بریم چند تا سوال حل کنیم، خب موافقین بچه ها چند تا سوال حل بکنیم؟ خب سوال اول جا خالیه بچه، نیا کنی سوالی که براتون گفتم دیگه، هیچ معلمی، اینو دقت بکن بچه ها، سوالایی که اینجا میارم هیچ معلمی تو هیچ مدرسه نمیتونه غیر از اینها بخواد از این فصل سوال بده، پس به سوالاتی که من به شما میگم حتما دقت بکنید، خیلی ها دارم ادعای بزرگی میکنم، یعنی شما این تیپ سوالایی که الان حل بکنی شما فصل اولو لهش کردی، بابا همراهی، چقدر این بچه ها خوب بودن امروز، خانم من فامیل شما خیلی بچه ها امروز خوب بودن، واقعا کیف کردم که اینقدر پاکار هستن و سریع جواب میدن. خب بچه ها اینو جواب بدید، سوال کردن و جای خالی مهمترین نکته در علم است، ببینم کی میتونه جواب بده، سوال کردن و جای خالی، باریکلا باریکلا، آفرین، همه دارن درست جواب میدن، محمد رضا زده تلاش، خیلی خوش آمد، مختصر مفید، تلاش آفرین باریکلا، تلاش آفرین برای یافتن جواب، باریکلا فاطمه سل چی؟ یکی زده یه چیز نفهمید، سوال کردن برای تلاش، احمد رضا سوال کردن برای تلاش، کاش یه تصویر فقط از چهره من نه، سوال کردن و تلاش برای یافتن جواب، آفرین باریکلا باریکلا، یکی یه کتابکار نوشته بود اگه خانومشه اینو بیارید، بله کتابکار بچه ها، کتاب شاهکار کلاغ سپید، دوستان همکاران بعدش عکس این کتاب رو براتون میذارن نگاه کنین، شاهکار کلاغ سپید تألیف خودم هم هست، ما ازش کویز میگیریم، سوالاتو میتونید اونجا حل بکنید، اگه از اونم سوال داشتید میتونید تو کلاس بپرسید، کتاب شاهکار کلاغ سپید، انتشارات کلاغ سپیده، میتونید از سایت گاج مارکت هم تهیه بکنید، باریکلا اکثرا درست جواب دادن، آفرین آفرین باریکلا محمد رضا. خب بریم سوال بعدی، سوال دو، بهترین راه
برای بررسی یک فرضیه جایی خالی می باشد. میدونم که الان همه تون نوشتید چی؟ من اینجا بنویسم بهترین راه بررسی یک فرضیه آزمایش. مثال دانشمنده رو یادتون میاد بچه آقای رادرفورد و اینا گفت آقا یه ذره دیگه هست، همی گفتن نه باید تو به ما آزمایشی بگی، نمیتونیم ما همینجوری بپریم. مثلا من میگم آقا پول بهتون میدم اینو قبول کنید، نه بعد آزمایش میگم آقا پول که نمیشه اینه درستش کنید درسته؟ آره یکی مثلا خارجه آقا یکی آلمانه. خب بچه ها سوال بعدی، اندازه‌گیری مرحله مهمی در این، هر کی جواب بده بچه ها بلیت رفت به گلپایگان رو بهش میدم. البته گلپایگان هواپیما نداره. میتونی تو صفحه بندازی من این سوال رو ببینم کی میتونه جواب بده. اندازه‌گیری مرحله مهمی در جای خالی است. بلیت رفت به گلپایگان یا به اوکراین. میدونی که جنگ دیگه، برید اونجا دیگه احتمال اینکه برگرده خیلی کمه. واسه همین بلیت اوکراین میدید. بعدش هم جلوش بنویسید آیا میرید اوکراین یا نه. خب آفرین محمد رضا فرج، چه دانش آموزی داری محمد رضا. از خانسار بودی؟ نه نه نه، آفرین آفرین یگانه، آفرین پارسا، باریکلا یگانه، یکی زده کاربر نمیدونم چیه. آفرین آیناس، آیناس آیناس. نه نه، اندازه‌گیری مرحله مهمی در چیه؟ آفرین فاطمه مهد، باریکالله باریکالله مهدی مهری، آفرین امیر مهدی طیبی فهم میکنم درسته؟ بله باریکالله. بله بچه ها اندازه‌گیری مرحله مهمی در جمع‌آوری اطلاعات. آفرین عالی، فکر نمیکردم همه بتونن به این خوبی جواب بدن. مینویسم اینو، اندازه‌گیری مرحله مهمی در جمع‌آوری اطلاعات. بریم سوال بعدی، متخصصان علوم تجربی با بهره‌گیری از تفکر و تجربه به کار بستن به کار بستن من اینو خودم میگم مهارت‌های گوناگون تونستن علوم رو توسعه ببخشن. مهارت‌های گوناگون، آفرین. بریم سوال بعدی. خب بچه‌ها این سوال چند تا سوال تستی، دقت بکنید. تست 5، بهترین راه برای بررسی آنچه که پیش بینی کرده اید. اینو دیگه راحت رو هوا میتونید بگید بچه ها. باریکلا باریکلا، الان دقیقا میتونید بگید طراحی و آفرین. میدونم همه درست نوشتید، اصلا دیگه مطمئنم بهترین دانش آموزای ایران تو کلاس منن. باریکلا باریکلا، نه تنها بهترین دانش آموز ایران، بهترین دانش آموز خاورمیانه. چند دقیقه دیگه فرصت داریم؟ بله بله. خب دوست ما تو تست 5 رو حل کردیم، یه استراحتی بکنید، یه چایی یه نسکافه‌ای بزنید سر حال بشید، یه دوری بزنید بلند شید، یه خود خودتون رو تکون بدین، بگید اوف تلکونیم فصل اولو، بعد میریم تست حل میکنیم. پس دو و نیم یه استراحت شروع میشه و بعدش میان که انشالله با همدیگه ادامه یه تستا رو بریم. بچه هایاتو نره کاغذ خودکار دفتر کتاب همه مجهز بیاین که میخواییم بتره کنیم. خیلی مراقب خودتون باشین، تا یک رو به دیگه، خدا نگهدارتون.